یکی از طبیعی ترین روش های درمان افسردگی اصلاح عادت ها و تغییر در روش زندگی. یعنی چی؟ عادت های تخریبی. یکی از عادت های تخریبی اینه که ما شب، یعنی وقتی که دیگه بدن فرصت نداره غذا رو هضم کنه و به سوزونه، غذا بخوریم. شما حالا برگرد ببین که چند دفعه در ماه مهمونی برید تا کوالیفای بشی برای زندگی ناسالم. چون ساعت 11 شب شام میدن، 12 شب دسر میارن، اونم بستنی گل 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 و زولبیا بامیه و اینا. بنابراین توصیه هم این ویلنس هم این اینه که به خصوص برای آدم های بالاتر از 40 سال 8 شب به بعد زیپ. حالا 12 بخواب شما، هر وقت دلت میخواد. حالا اونم میگه که چند ساعت خواب احتیاج داریم، ولی 8 شب به بعد میگه غذایی که ما میخوریم تبدیل میشه اکثرا به قند و چربی و همون کارخونه‌ای رو در بدن به وجود میاره که کورتیزول رو فعال میکنه. کورتیزول هم یعنی هورمون استرس، هورمون استرس هم یعنی اضطراب و افسردگی. بعضی موقع میبینی آدم شب یه چیزی میخوره که نباید بخوره، صبح که از خواب بلند میشه میبینه کلافه است. حالا ممکنه که شما بگین که خب آخه شما میدونین در یه قسمت‌های کوهستانی شوروی، آذربایجان شوروی و یه قسمت‌های کوهستانی تبت، آدم‌ها بالای 120 سال خیلی تعدادشون هست و اینا رو وقتی تو زندگیشون مطالعه کردن دیدن اینا early to bed, early up. وقتی شما ساعت 8:30 میخواید بخوابید دیگه فرصت نمی‌کنی که هی بخورید. حالا ممکنه شما در سال 3 تا عروسی دعوتچی استثناء بذارید، ولی به صورت عادت که بعد از ساعت 8 تازه شام و پلو خورشت و نمیدونم اینا، خب این داره میگه که خیلی زیادم رو این تحقیق کردن که وقتی بدن شما، ماسل شما فعالیت نمیکنه، نمیبایست این توی چی درسی، به خصوص بعد از سن 40 سالگی. نکته دیگری که در اصلاح عادت ها و روش ها، استعمال دخانیات. نیکوتین از طریق، گوش کنید چجوری، نیکوتین از طریق افزایش کورتیزول، نیکوتین از طریق افزایش کورتیزول خون موجب کاهش سرتونین در مغز میشه. نیکوتین از طریق افزایش، هر جا شما کورتیزول میره بالا سرتونین میاد پایین. کورتیزول هورمون استرس، سرتونین اون چیز مفیدی که اول اگر شما به من بگید کاراکتر سرتونین چیه، من به شما میگم تفکر درست، خوشبینی یعنی خوش اخلاقی و خوشبینی، بعد تمرکز به روی جنبه های مثبت زندگی، سازندگی، فعالیت سازنده، تعقل روشن و خوب، اینا همه جز خاصیت های به اصطلاح سرتونینه. اون وقت جالبه که دخانیات کورتیزول رو بالا میبره، کورتیزول بالا سرتونین رو میاره پایین. حالا هرچی میخواید سیگار بکشید بکشید، ولی که اینو بدونید در نتیجه موجب بروز و یا تشدید افسردگی میشه. از طرف دیگر کاهش اکسیژن در افراد سیگاری میتواند اضطراب تولید کند. کاهش اکسیژن در افراد سیگاری اضطراب و اجیتیشن یا تحریک پذیری تولید میکنه. همچنین در افراد سیگاری کمبود ویتامین C، ویتامین C به وجود میاد و این مسئله در افسردگی هم در هیستری اثر است. خب بنابراین ویتامین C هم در اثر، حالا
از دخانیات رفتیم سراغ الکل. الکل به غیر از اثرات منفی بر روی تمام ارگان‌های بدن، بر روی مغز موجب تضعیف بسیاری از فعالیت‌های عمومی شه. ضمناً الکل یکی از بزرگترین عناصریه که در پترن الفا ریم یا خواب عمیق به اختلال وجود میاره. بعد الکل موجب کاهش قند خون میشه و قند خون افت و خیزش در ما مود به وجود میاره. برای همین ما اول که میخوریم شنگولیم، یک دقیقه بعدش دوامون میشه، کتک کاری میکنه. پس اینم از الکل. حالا میگه همه اینا رو گفتیم، تحقیقات نشون دادن 3 بار در هفته 1 لیوان شراب قرمز این اثرات تخریبی رو نشون نداد. بنابراین حرف ما یه خورده با آیت الله فرق داره. ما دلایل بهداشتی داریم که نباید الکل رو بیش از 3 لیوان در طول هفته، اونم شراب قرمز، مصرف کرد. شراب سفید هم خیلی رو دوست دارن، ولی که شراب سفید رو میگن پویزن هست. پویزن. سوالا رو بذاریم بعد با هم جواب. بعد میایم سراغ قهوه و چای. ماده مؤثر اصلی در این دو نوع نوشیدنی کافئینه و اثرات کافئین بر حسب مقدار و طول مدت مصرف و خصوصیات فردی یا بیولوژی که یه فرد، من 1 لیوان قهوه در روز قادر نیستم بخورم، خصوصیات بیولوژیکم، تپش قلب میگیرم و بیقراری میگیرم. حالا منتها کفلاتر خیلی هم خوب دوست دارم. اما در کل توصیه میشه افراد افسرده یا کسانی که افسردگی در خانوادهشون وجود داره از مصرف کافئین، خصوصا همراه با قند و شکر، اثر تخریبی مضاعف داره، خودداری کنن، یا بیش از 1 یا 2 فنجان قهوه یا در روز بیش از 2 فنجان چای استفاده نکنن. بعد از باز اینا عادات غلط بود، حالا با عادات درست میخواد داره. راجب چیه واژه‌ای هست، تمدد اعصاب یا به اصطلاح کالمنس یا سرنیتی، آرامشی که یه نفر تو وجود خودش داره. جالبه که اینو بدونیم، اینو از این مطالب از حوزه‌های علمیه نیومده، از حوزه‌های دینی نیومده. یکی از بزرگترین عناصری که به عنوان significant factor موجب آرامش قلب شده از مطالعه زندگی نانها، مادران روحانی، مادران مقدس، و مقایسه اون با، یعنی پدران و مادران روحانی، و مقایسه اون با گروه‌های همسن و سالی که این تحقیق انجام شده، به این نتیجه گرفته شده اعتقاد به چیزی فراتر از تو، اعتقاد به چیزی فراتر از تو، داخل پرانتز نوشته گاد یا پروردگار، برای تمدد اعصاب و آرامش کار آمده. یعنی داشتن یه فیت، something behind you. وقتی به این ایمان و باور رسیدیم که ما در برابر او، در برابر او تعهدی و تعلقی و اتکایی و یاری گرفتنی داریم، بسیاری از سختی‌ها و مشکلات زندگی برای ما حلش راحت‌تر میشه، یا حداقل کنار آمدنش راحت‌تر میشه. اینایی که این کتاب انسان در جستجو معنا رو الان گرفتن، اینایی که دیر اومدی خب نتونستید، البته 6 تا دونه بیشتر نبود، ولی که تو این کتاب اتفاقا ویکتور فرانکل رو این مسئله
که چجوری همچی چیزی شخص به شخص آرامش میده صحبت میکنه. مثلا مشاهده کردم در ادیان یا باورهایی که خداوندشون پلیس و ترسناک نیست، این اثر مفیدتر. فکر میکنم دارن مثلا مقایسه میکنن مسیحیت رو با یهودیت یا اسلام. مثلا روش‌های مختلف دیگری برای آرامش اعصاب وجود داره که اینها چیزایی است که ثمر بخشیش رو در پژوهش‌ها تونستن ببینن. پیاده روی در منطقه زیبا و خوشاب و هوا که اکسیژن بیشتری به ما بده، گوش دادن به موسیقی‌های آرامش بخش، دوچرخه سواری، اسب سواری یا ورزش‌های آوتدور، رقص یکی از موثرترین شیوه‌های ضد افسردگی. رقص متأسفانه مثلا تو این شهر شما یک جایی ندارید که در ماه یه روز دو روز آدم‌ها برن، نه حالا جایی که حتما درینک باشه، جایی که حتما دیت باشه، جایی که حتما پول زیادی خرج بشه. حالا من ممکنه به خاطر این حرفم ملامت بشم، مثلا من خیلی خوشحال می‌شدم که در ماه یکی دو روز خود همین ابن سینا یا یه جای دیگه تو همین سالن کلاس‌های دنس بذاره، just come and enjoy dance، دو تا مربی دنس بذاره و به اصطلاح بعد شما رقص دارید تو کلاب ها خوبه. البته اینجا کلاس های سالسا هست، کلاب هاست. اوکی. بعد عامل دیگه فعالیت هایی که مغز راست یا نیمکره راست مغز رو تحریک کنه، مثل نقاشی یا فعالیت های خلاق. ماساژ از فعالیت هایی که کورتیزول رو پایین میاره و آرامش بخش استرس رو پایین میبره. طب سوزنی، مدیتیشن، یوگا و یقیناً ورزش های به اصطلاح روزانه. مدیتیشن و یوگا رو حتی روزی 15 دقیقه 3-4 بار در شرایط مختلف روز اگر انجام بدید، روی اضطراب و افسردگی تأثیر بسیار خوبی داره. قبل از انجام هر یوگا شما باید تنفس یوگا رو یاد بگیرید، چون تنفس یوگا هست که اهمیت داره. میدونم اینجا یه موقعی کلاس یوگا بود، حالا هست یا نه، اگر هست که خب. عنصر دیگری که در بهبود اضطراب و افسردگی بسیار نقش مهم داره و از کجا میدونیم نقش مهم داره؟ از اینجایی که اولین چیزی که به هم میخوره در افسردگی اضطراب خوابه. برای بهبودی از افسردگی خواب منظم و کافی از واجبات. اگر خواب شما بسیار مختل باشه حتماً با پزشک مالجتون صحبت کنید، از نچرال رمدی یا حتی از داروهای اوورکانتر استفاده کنید که زودتر خوابتون درست بشه. یکی از بزرگترین مسائلی که افسردگی و اضطراب رو طولانی میکنه اینه که ما خوابمون به هم میخوره و وقتی خوابمون به هم میخوره استرس میره بالا، کورتیزول بالا، سرتونین پایین. این عنصر. حالا برای اینکه به طور طبیعی خواب رو تنظیم کنیم، شبها از پرخوری خودداری کنیم، بعد از ساعت 8 جز میوه‌جات غیر خیلی شیرین و سبزیجات چیزی استفاده نکنیم، از نوشیدن چای و قهوه حتما شبها خودداری کنیم، چایهایی مثل گل بابونه، لوندر یا نعنا استثناست. روزی 30-45 دقیقه ورزش به خواب و تنظیم خواب کمک میکنه. تا زمانی که خواب آلود نیستیم به تخت نریم. تا
تخت جای افکار و پروسس کردن افکار شما نیست. این کار رو روی مبل راحت بشینید بکنید. بذارید تخت بدونه که فقط وقتی شما رو داره که موقع خوابیدن. بعضی از افراد مطالعه براشون نقش قرص خواب رو داره. فقط میبایست از مطالبی که تحریک میکنه اعصاب رو موقع خواب استفاده نکرد، مطالعه نکرد. خواب موقع خواب وقت درس خوندن یا مطالب خیلی سنگین علمی نیست، بلکه وقت رمان‌های آروم یا مطالب اینترستینگ، شرح حال زندگی افرادی که برامون جالبه هست. مراقب خودمون باشیم که اگر غذای خاصی خواب ما رو به هم میزنه. مراقب باشیم اگر غذای خاصی خواب ما رو به هم میزنه. این احتیاج به دقت داره. بسیار کمک میکنه اگر روز خیلی خسته ای داشتید و از کوفتگی عضلات در رنج هستید، 10 دقیقه قبل از خواب دوش آب ولرم بگیرید. دم کرده میگه، اون به خاطر مسئولیتش میگه که با دکترتون مشورت کنیم بعد این کار رو بکنیم. از قطره‌ها یا پودرها یا تیبگای پشن فلاور یا سومبولتی ولریان یا کمیمیل و یا لوندر میتونید استفاده کنید برای آرامش. در رژیم غذایی بهترین رژیم غذایی برای کسی که افسردگی یا اضطراب داره اینه. نکته اولش، به جای 3 وعده غذا 5 وعده غذا بخور. تا اینجاش که خوبه که 5 وعده غذا بخور، مقدار کم. و شبها دوباره تاکید میکنه بعد از ساعت 7 جز سالاد و جز میوه های غیر شیرین، یعنی انگور و هندونه و خربوزه و اینا جز میوه های خوب شب نیست. اگه تو باشه یه زمانی تو ایران مثلا 20 سال پیش گفتم فلانی سالم تو شام میره آگوشتش رو خورد، خربوزش هم خورد، رفت خوابید دیگه بلند نشد. تا حد امکان از مصرف مواد قندی ساده. حالا یه چیزی رو در رابطه با قند خواستون میگم. قند، شکر، شیرنی، مربا، زودی بامی هم جزش هست، رولت هم جزشه. تا جایی که ممکنه، نه به مقدار زیاد ولی در حد ضرورتی که بدنتون کریو میکنه، خرما، کشمش، عسل و کربوهیدرات های مرکب مثل بیسکویت یا نون شیرین سمبوسه‌دار استفاده بکنید به جای اون قندهای ساده، قندهایی که آنی چیز باشه. 3، نوشیدنی ها را خنک و سرد بنوشید. حداقل 1 فرد افسرده حداقل 1 روز در میان میبایست ماهی، کبابی یا فرپز و 100 گرم حداقل سبزی بخوره. بهترین سبزی برای خانم های افسرده جعفری، فنل و سیب زمینی شیرینه. فنل رازیانه، مثل کرفس کوچولو کات میکنن ایتالیا یا خیلی میخورن. یم همون یم این چیه؟ این سیب زمینی شیرین نیست. یم همون یم من اینجا ترجمه کردم سیب زمینی شیرین، نمیدونستم چرا. خب آقایون هم استفاده میتونم، ولی این بیشتر کمک میکنه به هورمون زنانه. حالا موادی هست که به هر دو کمک میکنه. مصرف مواد غذایی غنی از منیزیم رو افزایش بدید. چه مواد غذایی منیزیم داره؟ اسفناج، لوبیا سبز،
تخم کدو و آفتابگردان و کنجد، اسفناج، لوبیا سبز، تخم کدو، تخم آفتابگردون و کنجد. سسم موز پتاسیم داره نه منیزیم. از خوردن مواد غذایی حاضری مانند کنسرو، سوسیس، کالباس و غذاهای رنگی که بیرون آماده می کنن حتما خودداری کنید. حتما غذاهای حاضری مثل کنسرو، سوسیس، کالباس، به اینا میگن پروسست میت. رنگی مثل این شیرینی میردی هایی که رنگ های مختلف میزنن یا ژله هایی که رنگ میزنن توش اینا. حالا مواد مکملی که کمک میکنه به رفع افسردگی و اضطراب، باز دوباره ما اینجا باید بگیم همونطوری که اینا در همه کتاباشون معمولا میگن، این مواد رو با کمک و راهنمایی پزشکتون، مشورت پزشک داخلی یا عمومیتون استفاده کنید. مولتی ویتامین برای همه ماها در همه سنین ضرورت داره. ویتامین سه بین 500 تا 1000 میلی گرم تا 3 بار در روز. حالا من اگر الان اینو میشکافتم که تو اون کتاب میگه چرا این ویتامین سه چیکار میکنه که به افسردگی و اضطراب کمک میکنه، خیلی طولانی میشد، ولی اینو میکنه. ویتامین ای 400 واحد در روز، یعنی یک بار. روغن بذر کتون، چی میشه بذر کتون؟ فلکسید. اسید فولیک و ویتامین B12. اسید فولیک و ویتامین B12، این کامباین مجموعه این دوتا رو تریدرز رو داره. اسید فولیک و ویتامین B دوتایی با هم داره. بله، B12. بله. بذارید. در مورد این ویتامین سه من یه تجربه بعد دارم، حالا الان نگو، تجربه بعدتون موقعی که چیز کردیم بگید. همه اینا رو به این دلیل میگن زیر نظر پزشک که اون چه که ممکنه واسه من خوبه برای شما یه نفر ممکنه یهو بد باشه. یه ویتامین بسیار بسیار خوبی است، الان هم اسمش یادم نیست، یه ماده پرسی که فوق العاده این گرونه، هر کی هم میخوره میگه خیلی خوبه، ماده جوونی اینا. من دو بار خوردم سرگیجه شدید گرفتم، به من گفتن قطع کن، الان یادم نیست. به هر حال شما بذارید اینایی که اینا نوشتن، شما نسخاتون رو بیرون راه رو به پولی بگیریم اینا رو بدید به همه. این بیچارا که اینقدر تأخیر کردن، این میگن با دکترتون مشورت کنید. میگن که یه روز ناصر نیچه وزیرش رو صدا کرد، گفتش که وزیر فکر میکنی چه شغلی در کشور ما بیش از همه متخصص داره؟ وزیر گفت قربان پزشک. گفت چرا مزخرف میگی، ما همیشه حکیم کم داریم. بعد گفت نه قربان اینطور نیست. بعد رضا شاه چی ناصر نیچه گفت برو، این رفتش. بعد یه روزی چند روز بعدش ناصرالدین شاه چشمش گلموجه زده بود، اومد تو هیئت وزرا. تا وارد شد تمام وزرا شروع کردن نسخه دادن. این گفت کتون بچسبونید روش، اون گفت قاشق بذارین تو آتیش بچسبونید، یکی گفت این کار. همه گفتن. بعد ناصرالدین شاه رو بعد نخست وزیرش کرد و گفت درست میگفتی، طبیب بیش از همه داریم. حالا ما دقیقا همینطوریم هممون، ولی خب نداریم، آدم های خوبی هستیم، میخواییم همه چی رو به همه بگیم. بعد نکته دیگه ای، یه ماده ای هست به نام 5-HTB
که یک نوع اسید آمین است به نام هیدروکسی تری پیتامین. خودش حالا این چی کار میکنه؟ این پیش ماده سرتونینه. من این 5-6 سفر رو میدم تکثیر میکنم این 5-6 سفر، ولی بالاش مینویسم. اینا گزیده هایی از کتاب های مختلف، منابعش ذکر نشده، برای تکثیر نیست، برای فروش نیست، برای للالا یا اینا که اصلا با دست میدیم یکی بنویسیم. حالا این ماده پیش ماده همین 5-HTP پیش ماده سرتونینه، یعنی برای اینکه سرتونین ساخته بشه این ماده لازمه. 100 تا 200 میلی گرم سه بار در روز احتیاج به مصرفش هست. یه ماده دیگه EPA هست که همون روغن ماهیه، بین 300 تا 500 میلی گرم تا سه بار در روز میشه خورد. چیز دیگری که برای افسردگی خیلی خیلی مطالعات تاییدش کرده سمعیه، SAM-E کوچولو، یه ماده ایه که تو کاسکو اینا میفروختن. سم SAM-E کوچولو، نه کپیتال ای. داروهای گیاهی، از میان داروهای گیاهی که در درمان افسردگی بسیار مؤثره، یه چیز خیلی ساده ایه که من به بسیاری از کلاینت هایم که دوست ندارن داروی ضد افسردگی بخورن گفتم با دکترت مشورت کن و اینو بخور. یه ریشه گیاهی اولین بارم در چین پیدا کردن، سنت جان وورت، ST نقطه جانز، همین جانز JOHN آبستروف S ورد هم WORT. بعد دوز درستش که توی یه آرتیکلی که هاروارد نوشته بود، دوز درستش 2-450 میلی گرم در روز صبح و عصر، یعنی 900ش بهترین ریزالتو داده بود، ولی این مادرز مارکت و ترندز جوینا 300ش رو دارن، یعنی سه بار باید یکی بخوره، ولی بعضی جاها با اینترنت سفارش میدین 450ش میاد. که این سنت جانز وورت به صورت عصاره پودر یا دم کردن مورد استفاده قرار میگیره، ولی بیشتر در کپسول های ژلاتین ریخته شده. داروهای ضد افسردگی دیگه هست که سرتونین ریاپتیک. برخی از گیاهان میوه‌جاتی که اثرات به اصطلاح مؤثری داشته ولی در همه افراد این اثر رو نذاشته، یکیش لوندر یا استوگودوسه که آرامش بخش و خواباوره، جینسینگی که باز بعضی ها نمیتونن بخورن، یه گیاهی از تیره عشقه، حالا اونش مهم نیست، این رو لغت عشق هم از همین عشقه اومده، آدم ها عشقی میکنیم تو چیزای چیز زیاد میرزن توی غذاهای چینی زیاد میریزن. افدرا یه محرک مغزیه که رفع کسالت و بیحالی میکنه. اینو EPHEDRA افدرا، یه محرک مغزی که رفع رخوت و کسالت میکنه. اینو در بیماری مونونوکلیوسیس یا کیسینگ دیزیز که از عوارضش اینه که به اصطلاح لیمف نودا ورم میکنه، گره گره گوله گوله رو لیمفا میبینیم و بیحالی، آدم مثل مگس همشی خورده دائم دوست داره بیفته بخوابه، اکثرا تو جوونا میاد. اسم دیگه‌ش هم به این دلیل کیسینگ به اصطلاح دیزیزه که از طریق بوسه‌های دهانی یا از طریق استفاده از قاشق‌های مشترک اون دوره اول عاشقی که قاشق تو دهن هم می‌ذارن و اینا، از اونا بیشتر میاد. اکلیل کوهی، اکلیل میدونین چیه؟ آره، اکلیل اونیه که تو ایران تو دوغ میریختن.
اینجا مکزیکی ها خیلی مصرف میکنن، بوی و عطر خیلی خوبی هم داره. اکلیر کودی کاپوچی همونه، اکلیر من نمیدونم کاپوچی داره. بعد بلادونا به فارسی ترجمه شده مهرگیا، این آقایی که تو رادیو برنامه اجرا میکنه مهرگیا، اونم ضد اضطرابه، یکی از ضد اضطراب هایی که در به خصوص کشورهای آفریقایی برای هر کسی که دلهوره و دلشورگی و اینا میگیره اینو بومی ها مصرف میکنن. بعد BELADONA بلادونا. حالا من میترسم شما هایی چند تا کتاب طب گیاهی بنویسید. بعد گل نارنج ضد اضطراب، عرقش اینجا هست، عرق بهار نارنج اینجا هست. اگر دقت کرده باشیم تو قسمت های شهرستان های مختلف از جمله شیراز و کاشان و کرمان و آبادان و اون طرف ها جهرم و اینا، تو مراسم سوگواریشون به جای گلاب بهار نارنج میریزن تو آب و به همه میدن اینا. یکی هم روز عاشورا که خیلی ها شور حسینی برمی داره اینو میریزن تو آب و اینا میدن برای اینکه یه مقدار آرومشون کنه. بابونه همون کم میر ضد استرابه. شاتره رو من اینجا میدونم که چیز نیست، عرقش هست، نمیدونم اسم انگلیسیش، میدونم یه اسمی الان خاطرم نیست اسم انگلیسیش، حالا پیدا کنیم توی دیکشنری هست. بله؟ نه واترپرس نیست، اون ترتیزکه. بعد مخمر آبجو میدونین که مخمر آبجو چیه که نه خود آبجو، نه تو نه اینجام هست، اینجام بله میتونه، اینجام هست، اینجام بله میتونشن، اسمش الان من خاطرم نیست. نه چی؟ روتبیر نیست نه روتبیر نیست. به هر حال این هم جز چیزاییه که اینجا نمیشه. جالب گیاهان شادی بخش رو شناسایی کنیم. مهمترین گیاه شادی بخش زعفرونه که اگر زیاد بخوریم با بیماری خنده میمیریم. اولیلی بیماری قهقهه سمیه که با بیماری قهقهه میکشه. از کجا میدونیم سمه؟ من موقعی که در اینجا در بیمارستان مموریال هاسپیتال کنزاس نیلوفر رو به دنیا آوردم، بعد خب کسی که ما اینجا نداشتیم، همسرم رفته بود تو خونه مثلا پرسیده بود از یکی اینا مثلا کاچی درست کرده بود منطقه با زعفرون، نمیدونست تو ایران با زردچوبه درست میکن. موقعی که آورد بیمارستان بعد نرسه گرفت و برد و آزمایشگاه و اینا، بعد یه نفر اومد بالا سر من از من سوال جواب کرد که شوهر انگریه که تو دختر به دنیا بعد فکر کرده بود اومد من بکشه با سم، چون سم بود. آره سم چیز کرده بودم. بعد ما گفتیم زعفران و بعد یه آقایی بود که با فرهنگ ایران آشنا بود، آره، و ندادن من بخورم، نقشه ناکام ماند. بله حالا تا به امروز زعفرون از گیاهان شعف آور، هل دارچین، اینی که صبح میرین استارباکس میبینین همه میریزن یه گالم دارچین تو لیوانشون، آقای دکتر حقی که تقریبا نصف اون ظرف خالی میکنه تو چیزش. آره دارچین سینمر. بعد شوید یا دل، شاهدانه میدونین که چیه؟ میوه همون علف دیگه، هشیشه، میوه هشیشه.
بچه ها ما که بچه بودیم میدیدن ما میخوردیم. حالا گوش کنید، شبا که میخواستم بزرگا بشینن واسه خودشون صفا کنن، حالا نمیدونم بازی کنن هر کاری کنن، یکی مو شادونه میدادن به بچه ها، ما همونو میخوردیم. بعد ما خیلی داد میزدن چرا مثل فرفره دور خودت میچرخه دانش. بعد زنجبیل، جینجر، نعنا، ریحان، زیره، گلپر، هویج، میوه های شادی بخش، میوه های شادی بخش، انگور، گلابی، پرتقال. به همین دلیل میگن شب پرتقال نخورید، رو خوابتون اثر میذاره، هایپرتون میکنه. شب آب پرتقال نخورید، آب پرتقال رو صبح بخورید که سرحال شید. حالا گیاهان خواب‌آور، یعنی اونا استیمولنت بود، حالا آرامش بخش. کاهو، کدو، موسیر، سیب زمینی، سنبولتی. حالا جالبه که اونایی که تو داخل کشورن دوزاریشون زود افتاده. یکی از دوستان ما، خیلی هم از خانمای تیشمامانی لس آنجلس، اخیراً رفته بود بعد از 27 سال یه ما رفته بود ایران، بعد از ایران آمده بود و مهمونی داده بود. بعد از قضا ما دیدیم که گلگاه زبون سنبولتی آمویده سرو میکنه و اینا، این دیگه چیه؟ گفتش که الان تو ایران اینو تیبگش رو درست کردن و تو تمام مهمونی های آپسترز اینا رو سرو میکنن. حالا اقلن این کار درسته، ولی اون کسی که این بیدر رو پیاده کرده، گیاهان و میوه های ضد اضطراب، پیاز، مرزه، لوندر، سیر، بادام، بهار نارنج، پیاز، خیار نه تو هیچ خاصیت انگار نداره. یعنی آکسید چیزه، سمزدائی میکنه، اونم با پوستش. یعنی اینا تموم شد. یه 20 دقیقه سوال و جواب کنیم تا بعد من اون اطلاعات ولنسم که جدیدترینه براتون بگم. بذارید اول از اینجا شروع کنم بیام اول. بفرمایید. نه بلند اگه سوال نکنیم نمیتونیم. اگه همه اینا رو یه روز آدم بخوره احتیاج هست که غذا هم بخوره. اگه همه اینا رو یه روز بخوره به فردا نمیرسه. بفرمایید. ببخشید. این بهار نارنج رو بوش بایست که من یه این کنم؟ نه نه نه، میخورن و دم میکنن. میخورن و دم میکنن. به چایی هم میشه؟ بله. اصارش هست، این چایی میشه، میتونی بریزی. بفرم. ببخشی. این تایید وقت شام، مثلا ساعت 8 شب اگه بوش برسید. 8 به بعد زید. 8 به بعد، حالا هر سازی بر اساس فاصلش بین خوردن و خوابیدن، یا اینکه با شب و روز با فعالیت. یعنی یه نفر اگر شب کاره، خب 8 بخوره بره سر کار، اون فرق نمیکنه، اون فرق میکنه. یکی شب هم بشینه یه مافن بخوره، به اون کاری نداره، چون داره بدن کار میکنه، اون روز میخوابه. من چون فاصله بین غذا و خوب باید مثلا حداقل 3 ساعت باشه. خب اگه کسی حداقل 3 ساعت باشه بخواد بله که جذب بشه، فعال ماسل ها هنوز کار کنن. حالا تو این ولنس نمیگیسه چرا؟ کسی که تا دیر وقتی دارن و اینا وقتی مشکل نیست دیگه. نه دیگه، ولی اگه 12 موقع خوابیدن یه پیال بستنی بخوره مشکل میاد سر جا. بفرمایید. اون لغت شادرن تراستین چی؟ FUMOTORRY water. Perfect. شادرن. بذارید میام دونه دونه. بفرمایید. بلند. اگه برگردیم به اون تو بسپنج رجوع فیت صحبت نگردیم. فیت. اگه کسی اعتماد نداشته باشه چی میشه؟
نه اونا نمیگن که کسی که اعتقاد نداره خب نداشته باشه. اونا دارن بررسی میکنن افسردگی و اضطراب در میان مادران روحانی و آلزایمر در میان مادران روحانی. وقتی مطالعه کردن شوک داد به جامعه سایکیاتریک. چرا؟ به دلیل اینکه دیدن اینها واقعا با همسن و سالهای خودشون روی 70 سال به بالا مطالعه کرده بودن. اصلا نانزستادی معروف شد. شما گوگل سرچ کنید بگید دیپریشن انگزایتی نانز استادی میاد بیرون اطلاعاتش. و دیدن که اینا که دیووشن دارن و یه کسی رو بزرگتر از خودشون میبینن و سختی ها رو راهی برای صیقل روح خودشون میبینن و به دنیا نیومدن که کیف کنن و خوش بگذرونن و بعدم به اصطلاح بمیرن، بلکه به دنیا اومدن برای مینینگی و اونو فورفیل میکنن. دیدن در اینا اضطراب و افسردگی و آلزایمر به مراتب پایین تر. مراتب که میگم یعنی یه چیزی حدود 70% ذکر نکردم الان چون یادم نیست عدد دقیقش، به طور statistically significant به طور شاخص از ناباوران کمتر. بفرم من ندیدم اتفاقا توی هیچ کدوم این ریسرچ ها ندیدم چای سبز، ولی کسانی که طب سنتی میدونن خیلی رو چای سبز تاکید میکنن. من چون ندیدم ننوشتم. چای نعنا نمیشتم؟ نعنا، ولی این چای نعنا چای سبز نیست. توی مراکش نعنا میدونم چای سبز. دارم یا بفرمی نه تو دردم چای تو بله این ویلنس لتر رو می نویسه؟ یکی از تیماشو چه خیلی هم؟ از ایام و خودش داشت و می نویسه. و توی یه جای دیگه هم من از کسی که آدم تحصیل کرده و پزشکه و البته توی خدا هم تحقیقات داشته اینو شنیدم که وقتی چایی رو دم می کنن چایی رو باید بلافاصله بعد از چند دقیقه از پز جدا کرد. یعنی توی دوری نه سیستم ما ایرونی ها که درست می کنیم داری چیزی باشی که برش داری، چون چایی رو اول که درست کنن آنتی اکسیدان داره به مدت 2-3 دقیقه. بعد از 5 دقیقه ماده هست که به فارسی بهش میگن جفت سمه و اون از پلک چایی شروع به ریلیز کردن در آب میکنه. و برای همین هم هست که کسایی که چایی رو سر ساعت خاصی نمی کنن متاسفانه سردرد میگیرن. ولی اگر چایی رو دم کنن یعنی با 2 قوری عمل رو انجام بدن الکو از چایی جدا کنید بعد 2-3 دقیقه اون چایی که به اصطلاح به دست میاد حتی اگر یه نصف باقی بمونه اصلا در نیش هم عوض نمیشه. فقط اینو خواستم که شیر کنم. اوکی بفرم ببخشید بچه ها بفرم بله بله من چون من ما حق نداریم این چیزی که باید زیر نظر بذاریم. به خود من دادن که پروتئین و فایبر و چیزای متفاوت داره توش، اونو باید دکتری که خون شما رو آزمایش کامل میکنه و میبینه شما چه چیزی احتیاج دارید اونو میتونه به شما بده بخورید. ولی این جامبوجوس و اینا که میرید میبینید که این قاشق قاشق این چیزایی میریزن توش شاید مضر نیست حتی اقل. بفرم همون که در مورد سلیفیت های بعضی بیافان مثل که بله این نکته که اشاره میکنید اصولا میگن درمان گیاهی افسردگی و اضطراب رو با درمان شیمیایی مخلوط نکنید. اگر اینقدر شدیده که باید حتما با داروهای شیمیایی سنتتیک درمان کنید take that route first، بعد از 6 ماه اونو بذار کنار، اون وقت برو رو گیاهی.
و اصولا این داروهای گیاهی هم همشون معجزه‌گر مفید نیستن، بستگی به آدم داره. من آدمایی رو میدونم که زنجبیل رو وقتی میخورن حالت آسمشون دست میده. خب باید آدم به بدن خودش نگاه کنه، گوش بده، با بدن خودش آشنا باشه. These are all general information. بفرمایید. شب هیچ وقت نباید ورزش کنیم، چون شب وقتی ورزش میکنیم اندورفین وارد خون میشه، خواب رو به عقب میندازه، اختلال در خواب به وجود میاره. حداقل اگر هم میخواید ورزش کنید عصر که از کار میاید، باید ارلی مثلا 5 و 6 دیگه دیرتر نباشه که تا 3-4 ساعت بعدش که میخوابید این چیز شده باشه. بدترین کار اینه که شما همه کاراتو که روز کردی و دیگه آشپزخونه رو هم جمع کردی و غذا رو هم دادی، همه چی شد، ساعت 10:30 شب بری رو ترد میل. این بفرم خانم دکتر. بله، این که اصولا الان میبینید شما این وانده ای رو که میگید که اصولا میگن هر کی از 40 سال به بالا داره میبایستید شروع کنه بخوره، بستگی داره رژیم غذایی آدم چجوره. بعضی آدم ها انقدر رژیم غذاییشون غنیه و انقدر سبزیجات و ویتامین و آهن و غیر و اینا میگیرن، مثلا اونقدر احتیاج به این ندارن. همه اینا رو دکتری که شما رو میشناسه، بدن شما رو میشناسه، آزمایش خون از شما میگیره، تو آزمایش خون و نمیدونم که آهن و پتاسیم و مگنیزیم و اینا رو امتحان میکنه، اون میتونه به شما بگه که چه چیزی. ولی اینا جنرال بود برای افسردگی و اضطراب. درمان های به اصطلاح چی بود برای افسردگی و اضطراب؟ حالا من تازه این ویلنس لتر رو که خوندم فهمیدم چرا الاغ افسرده نمیشه، چون یکی از بهترین درمان های افسردگی خوردن جوز. حالا میگم چرا. اصلا نوشته به اصطلاح مروارید خوراکی. بله؟ اوتمیل همونه دیگه، از جوه. اوتمیل هم از جوه دیگه، جوه پوستکنده است. اوتمیل هم دیگه جو به خصوص پوست نکندهش. حالا من هرچی نگاه کردم دیدم نیست که بی خودی میگن الاغ نیست، که الاغ از همه باهوشتره، چون غذایی که انتخاب کرده دوتا یونجه که منبع مواد کانیه و چیز و جو. یعنی مثلا ما اگه یونجه و جو بخوریم فکر میکنم اصلا یک کدوم از این مریضی ها رو نگیرید. بستگی به بدنتون داره، ولی برای این مصرف، برای مسئله افسردگی و اضطراب میزان ویتامین سی اصلا اونی که توی یه دونه قرصه نیست، میگه 2000 تا 3000 یونیت در روز. من نمیدونم اینو برای مغز بده یا نه، ولی حتی تو مطالعات افسردگی هم این 3 تا به اصطلاح لیوان شراب رو دیگر جزء عوامل دیپرسانت به حساب نمیاد. روی این شراب همونقدر الان چیز هست، دیبیت هست، که روی پنیرهای کهنه ایجد چیز مثلا از بدترین چیزا برای اضطراب پنیرهای کهنه است و گوشتهای دودی. پنیرهای کهنه مثل این بلو چیز، مثل این پنیرهایی که رو اسپاگتی و اینا رنده میکنن، خود پنیر لیوان پنیر کهنه است. پنیرهای بله بویه، این پنیرهای کهنه اینا برای اضطراب خیلی بده. چرا؟ علتش هم این هست که بعد از اینکه کهنه میشه ماده‌ای درش، انزایمی درش به وجود میاد که این انزایم منطقه بیزل گنگلی یا انتریور سینگولیت مغز رو اوور اکتیو میکنه، و اون منطقه وقتی اوور اکتیو میشه انگزایتی به دست. ولی میدونم که بله، فرانسوی ها هم پنیر زیاد میخورن، هم شراب، منتها شاید چون عشقی هستن اون مسئله جبران میشه. اینجا راجع به کپسول چرف زده، مصرف آمپول اینا
حتما باید زیر نظر پزشک باشه، چون میدونید بلا فاصله وارد خون میشه. از این نظر چیزی نیست که آدم خودش راجبش تصمیم بگیره، حتما باید زیر نظر پزشک باشه. من میدونم افراد رو میشناسم میگن من میرم هفته یه دونه ویتامین بی میزنم، من میترسم. من اگه بخوام یه ویتامین بی بزنم حتما زیر نظر پزشک میزنم. مواد مخدر به دو دسته تقسیم میشن، استیمولنت ها، محرک ها، مثل کوکین، مثل اسید، اکستسی، شیشه و غیره، یا اینا. و یکی استیمولنت ها که در ابتدای مصرف حالت شادی آفرینی و مفرح داره در ابتداش، و بعد میره تبدیل میشه به اجیتیشن و اضطراب و افسردگی، یا دانه‌ها مثل تریاک و علف و خانواده هروئین و اینا، یعنی اوپیوئیدها، که اینا به اصطلاح افراد افسرده ازش استفاده میکنن به امید اینکه افسردگی رو لیفت کنه، در حالی که ممکنه که تا تو بدنشون هست، یعنی اثر اولیش این باشه که یه ذره شنگولشون کنه و شوخی کنن و خوشحال باشن و نمیدونم موزیک رو یه جور دیگه ببینن و رنگ ها رو یه جور دیگه ببینن، ولی دوباره اثرش که میره، چیزی که از خودش باقی میذاره افسردگی و اضطراب. حالا استیمولنت ها خطر اینو دارن که اشخاص رو به منیک بکشن، یعنی حالت های شیدائی که توام هست با اعمال غیر ضد قانونی، رانندگی های بد، نمیدونم تهاجمات جنسی یه نامناسب با شونات اجتماعی و غیره و اینا. دانه‌ها معمولا این کار نمی کنن، آدم ها رو خیلی حسیب ولی کن به اصطلاح شنگول اول نگه می دارن و بعدم دیپرشن هی بالاتر میره و انگزایتی بالاتر میره. بنابراین استیمولنت ها خطرشون به خصوص در مصرف زیاد حالت شیدائی و منیک، دانه را حالت افسردگی و میل به خودکشی، به خصوص خودکشی در بین تریاکی هایی که اوپیوید مصرف میکنن و به تدریج دردهای بدنیشون افزایش پیدا میکنه، خودکشی کم نیست.